بار اگر بخوام عمیق تر نگاه کنیم، فرض بگید یک میزی هست، دو نفر از در چپ و در راست وارد میشن و یک کاغذی رو هر دو امضا میکنن، درست شد؟ اما یکیش جمهوری باور نیست و نماینده جمهور مردمانش نیست، پادشاهی بیش نیست، پادشاه هست فقط، سمت دیگر نماینده ملتش هست. شما به عنوان فرد سالس برای کدومشون درس میزنید؟ برای اون که جمهوری خواهد نماینده ملتش هست، فورا از این که بگو اصلا آقا تمام رأیی که برای آقا نتانیاهو دادن تقلبی، سلام نه همش تقلبی، ولی نماینده جمهوری ملت و یعنی نظام جمهوریت دارد، تکیه داده به تمدن جمهوریت گرایانه، یکی تکیه داده بود تمدن پادشاهی گرایانه و خلیفه گرایانه، هر دوشون یک کاغذ امضا کردن، شما برای کدومشون دست میزنید؟ بزرگوار نکنید. در آنچه که در یک دموکراسی و تنها دموکراسی در قلب خاورمیانه است و تنها دموکراسی که در قیاس با 56 کشور اسلامی و 22 کشور عربی، اگر بخواید با متون اون بدون هیچ اصلاحاتی، بدون هیچ پروتستانت اسلامی که حتی نه عبدالکریم سروش نه عبدالکریم سروش بیاد اینو مطرح بکنه از نظر اینتلکتوال و از نظر روشنگری، هنوز اسلام نتونسته یک اصلاحاتی انجام بده که نه فقط در قرون وسطا بلکه در دوران بدویت هنوز داره از نظر تئوری سیاسی خودش به پیش داره میبره، یعنی که زور، زر، تزویر و زن ستیزی.